وقتی برمیگردیم به دوره گذشته خودمون میبینیم در کنار قطعه های هنری که ما میدیدیم، حالا چلیپا یا کتابت یا سطر نویسی، سیامش جنبه تمرینی رو و یا تراش قلم و یا تنظیم مرکب، جنبه بصری رو، حس تصویری رو نمیدیدیم، کم شاهد بودیم. میرزا غلامرضا البته قبل از اونم هست، اما میرزا غلامرضا رو که من تاکید میکنم، میرزا غلامرضا خاص بگه که رسالت من خوشنویسی که بعد از 30 سال کار میکنم، رسالت من فقط رسالت شعر رسوندن فقط شعر نیست. من میتونم حتی بدون خوانش شعر با 4 تا کلمه هم یه قطعه بسازم. یعنی به این سیامش استقلال داده، گفته من رسالت من فقط ادبیات نیست، میتونه ادبیات هم باشه میتونم نباشه. رسالت نقاشی خط خیلی بالاتر از اون فضای سنتی ماست. یعنی یک نفری که تو نقاشی خطه باید چند بال رو داشته باشه برای حرکت. اگر کسایی تو این عرصه خوشنویسی رو خوب درک نکرده باشن، بله درست موافقم با شما، خوشنویسی ها اون لذتی که باید برن نمیبرن. یا یه نقاش میاد میبینه که خب میگه خوشنویسی خوبی داره، این رنگ چرا انقدر ناپخته و رنگ چرکین هست، و یا همین نگاه رو خوشنویس هم داره. ولی اگر اینا همه با هم باشه، نه کاملا رضایت بخشه. این نمایشگاه تقریبا 4مین نمایشگاه خط نقاشی منه. حالا من میگم خط نقاشی، یه سری ها میگن نقاشی خط، ولی در کل چون خوشنویسی غالبه به مجموعه کاراست و یه جوری بداهه نویسیست در خط نقاشی. بداهه نویسی یعنی اون حسی که ما روی کاغذ و اون فضای سنتی داریم همون رو، ولی سعی کردم با یه نگاه نقاشانه این کار رو روی بوم اجرا کنیم. ولی همه یه تابلو از یک مصرع به اصطلاح تبعیت میکنم، شعر رو درک میکنم و لذتی که میبرم اون رو میام یه جوری به اصطلاح زمزمه میکنم. حالا زمزمه منظور هم چیدن و چیدمان غیر متعارف، یعنی روانخوانی نیست، درگیر به اصطلاح شعر نیستم که این شعر مبادا بعد از این کلمه باید این کلمه باشه، فقط از اون کلمات به عنوان بصری تو چیدمانم استفاده میکنم. اینم تقریبا یه خورده نگاه امروزی تره. نمیخوام بگم که من فقط بایستی 2 بیت 3 بیت یا یه غزلی از حافظ رو بنویسم بگم این غزل حافظ یا سعدی این مطلب رو گرفته. من از یک مصرع لذت میبرم، بعد میام با این شعر بازی میکنم، با کلمات سعی میکنم فقط ادبیات نباشه، تصویری هم باشه. من فکر کنم اینجور زبان امروزی تری باشه. ما وقتی میخوام دنبال اون حرکت و پیچش و اون به اصطلاح طرحی که تو ذهنم هست، اگر تو قلم دانگی درشت باشه این پیچش حرکت رو به من نمیده. یعنی به فرض من توی یه دایره اگر قراره که مثلا این آبیه رو مثال بزنیم، خب من با دانگ استفاده کردم شاید با 50 تا کلمه، ولی با اون شاید با 2 تا کلمه. اون فرم رو به من نمیده. یعنی چیدمان فرم کار من به نسبت اون قلم تنظیم میشه. بله اگر ابعاد کار بزرگ باشه میرم رو دانگ‌های کتیب، رنگ‌های پارویی هم استفاده میکنم، ولی چون بیشتر بین پیچش و حرکت درگیر هستم و تکراره، با یک کلمه نمیتونم به اون فرم برسم. میگم چون فرم کارهای من چیدمان تکرار زیاده. سیامش هم
تکرارش هم از فرار کردن از ضعف نباید باشه. یه سری هستن خب سیامش کار میکنن، به فرض یه کلمه رو میزنم یه زیبا شد میگه اینو ول کنم این خیلی زیبا شد برم بعدی، بعدی رو میرسه میگه این خراب شد دو تا دیگه. اینجا اصلا اون نگاه رو نداره، یعنی پوشوندن از ضعف نیست. این رو کسی میتونه به اصطلاح این رو باهاش کلنجار بره که خوشنویسی کلاسیک رو درک نکرده باشه. کسی اگر کاملا درکش باشه اون آن رو به راحتی میاره، یعنی مثل اون کسی که طراحی رو خوب تو نقاشی درک کرده باشه وقتی میاد آزاد کار میکنه دیگه ترس دلهوره از ضعف طراحی نیست. شاید خیلی ظرافت‌های توش نباشه، خیلی کلاسیک دقیق نباشه، اما شما خیلی راحت قدرت رو میبینی در حرکت ها. همچنین در طراحی همین هم هست، در با سه تا چهار تا حرکت قدرتش نشون میده، ولی یکی میبینه طرف ده روز هم میاد ساخته پرداخته میکنه ولی میبینه باز ضعیف. برای همینم زیاد از دانگ درشت نمیشه استفاده کرد. میگم بستگی به فرم داره. مثل اون تابلو زرده که به جز مهر و به جز عشق نداریم، اون از دانگ درشت گرفتم، این فقط به فرم من میتونست جواب بده، ولی اگر قرار بود حرکت دیگه ای باشه اون حرکت جواب نمیداد. سعی میکنم در معانیش هم به هم ربط داشته باشه. مثلا تابلوی پشت سری من شعر خیامه که ساقی غم فردای حریفان چه خوری پیشار پیاله را که شب میگذرد، این شب و فضا رو سعی کردم در فرم کارم داشته باشم.